با سلام به شما دانشجویان عزیز دانشگاه مجازی وین و بینندگان محترم، قسمت 13 از سلسله درس های مربوط به اینستالیشن یا تأسیسات رو ادامه میدیم. در جلسه قبل در مورد سیستم درینیج یا سیوریج یا فاضلاب صحبت کردیم، در یک سمپل نمونه نشون دادیم که در واقع اگر یک فضای حمام بر کنار یک فضای آشپزخونه داشته باشیم، چطور میتونیم در واقع به دو طریق، یکی روش سویل پایپ و ویست پایپ، یعنی در واقع فاضلاب سبک و سنگین مجزا، و یا در روش دوم سیستم تکلوله‌ای یا تکلوله فاضلابی، چگونه باید اینها رو دیزاین بکنیم. و نشون دادیم که نقاط اتصال سیستم های فاضلاب رو یا سانیتری ها رو چگونه به رایزر اصلی بتونیم وصل بکنیم. خب، نکته قابل توجه این هستش که در هر صورت ما سیستم درینیج سیستمی هست که بایستی دارای لوله ونت باشه، یعنی بایستی ما فول اسمل در واقع یا اون بوهای ناشی از لوله فاضلاب رو از طریق لوله تخلیه هوا به بالا هدایت بکنیم و اجازه ندیم که در واقع این بوها داخل فضای سرویس های ما جمع بشن. اگر سیستم ونت مناسب نباشه یا سیستم تخلیه هوا، ما در واقع بحث سیوریج رو ادامه میدیم، درینیج، و میخوایم در مورد ونت پایپ استفاده صحبت بکنیم. در جاهایی که لوله ونت پایپ رو استفاده نمی کنن یا صحیح استفاده نمی کنن، بعضا شما میبینید که داخل آشپزخونه میرید میبینید بوی فاضلاب پیچیده، داخل حموم همینجور بوی فاضلاب میپیچه. در واقع شما احساس میکنید از این کفشوری که در کف اون آشپزخونه یا حموم یا توالت هست بو میاد بیرون. این به این خاطر هستش که در واقع سیستم فاضلاب به طور مناسب دارای لوله تخلیه هوا نیست. اولندش ما معمولاً یه همچین شکلی داریم که برای لوله های فاضلاب استفاده می کنیم، شتر گلویی در ایران. معمولا این ور و این طرف پر آب هست، اینجا، و اجازه نمیده که، یعنی چه شما از این وسیله، حالا هرچی که هست، استفاده بکنید یا نکنید، این قسمت یو شکل، یو شیپ در واقع، حالا شترگلویی یا یو شیپ، به ما این اجازه در واقع با نگه داشتن آب در این قسمت یو شیپ باعث میشه که اجازه نده که بو برگرده و از این سیستم بزنه بیرون. اما لزوماً این کافی نیست. ما فرض میکنیم که این دیوار اصلی ما باشه و فرض میکنیم که این دستشویی باشه. همون جوری که
گفتیم لوله اصلی دستشویی در داخل دیوار هست که حرکت میکنه میره پایین و این دستشویی از زیر وصل میشه به این لوله اصلی که میره پایین و همینجور که نشون دادیم تو پلن هم وقتی نشون دادیم توی دیوار نشون دادیم. برای دستشویی بهترین راه این هست که ما از ادامه لوله فاضلاب به سمت پایین حرکت میکنه، ادامه این لوله رو بیایم بالا. در واقع اگر فرض کنیم که این سقف ما باشه و اینم فضای سقف کاذب ما باشه به این شکل، ما این رو میایم داخل اینجا. به عبارتی بویی که بخواد از این لوله حرکت کنه بیاد بالا، ما چون اینجا یه یو شیپ داریم اینجا به این شکل و اینجا همینجوری که شکل رو کشیدم پر آب هست، اینجا اگر بوی فاضلابی وجود داشته باشه در این لوله، به جای اینکه بخواد از اینجا حرکت کنه بیاد بالا، یعنی به جای اینکه بخواد از داخل آب عبور کنه که کار سخت و دشواری هست، میاد و از این لوله اصلی حرکت میکنه به سمت بالا. پس ما با گذاشتن این لوله ونت در این نقطه یا ونت پایپ، اجازه ندادیم که بو از داخل دستشویی بخواد بزنه بیرون، تخلیهش کردیم برای دستشویی. همین کار رو میتونیم برای سینک هم بکنیم. اگر شما به جای اینو سینک در نظر بگیرین، باز هم شما این حرکت رو، این سیفون رو در واقع اینجا دارید و این بو نمیتونه از راه این سیفون از راه سینک برگرده بالا. همینجور ما الان میگیم که در واقع این لوله های ونت که به همدیگه وصل میشن، معمولا از طریق یک رایزر که ونت رایزر ما بهش میگیم، میرن تا پشت بوم. یعنی اگر شما معمولا ممکنه بارها دیده باشین، فرض کنید این روف یا پشت بوم باشه، شما معمولا رفتین روی پشت بوم دیدین یک لوله های اینجوری اومده بالا، بعد اینجوری کلش کج شد. عصایی کج شد اومده پایین. در واقع ممکنه برید رو پشت بوم خونتون، همین الان میبینید شاید 5 تا 6 تا 7 تا 4 تا 10 تا از اینا روی پشت بوم باشه. ما به اینا میگیم استک یا چه میدونم، مثلا در ایرانی مثلا میگن عصایی میشه بالاش، شکل عصام هست راست میگه. در واقع ونتر استک میکنیم، ما بوها رو جمع آوری میکنیم و بعد در نهایت اینها رو به هم وصل میکنیم و بعد میریم روی پشت بوم، در واقع این رو ونتر استکش میکنیم یا یه لوله عصایی بهش میزنیم که در نهایت بو از این قسمت تخلیه میشه. خب حالا اگر ما فرض کنیم این رو در واقع ما دوباره اون سمپلمون رو میکشیم، این سمپل رو من اینقدر این سمپل رو کشیدم. خب اگه اشتباه نکنم یه خطم اینجا داشتیم، یه سینک اینجا داشتیم، یه دونه ماشین لباسشو اینجا داشتیم،
اینجا هم یه دونه شفت داشتیم یا فضای باز، اینجا یه در، اینجا گفتیم در آشپزخونه باشه، اینجا یه دونه واش بیسین، اینجا یه دونه